عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام. با افق نو پنجشنبه 29 مهر ماه 95 برابر با 20 اکتبر 2016 میلادی میهمان خانه های شما هستیم. بعد از انقلاب اسلامی، هنر موسیقی مسیر پرفراز و نشیبی را در ایران پشت سر گذاشته است. سخت به نظر می رسد که هنرمندی مستقل در حوزه موسیقی ایران پیدا شود که بگوید از شرایط حاکم بر فضای این هنر در ایران راضی است. مشکلات مادی و معنوی امان هنرمندان موسیقی را بریده است. کنسرت ها لغو می شوند. حق تألیف اثر پیرو به قانون مشخصی نیست. اگر هم باشد اجرایی نمی شود. سوداگران هنر هر آلبومی از هر هنرمند ایرانی را بدون اجازه و پرداخت حق در اینترنت منتشر می کنند. آن سوتر می گویند هنرمند برای کسب روزی و معیشت و بیمه درمانی و همه اینها باید پهلوان دو ماراتون هم باشد. چرخیدن در راهروهای ارشاد و کم نیاوردن کار هر کسی نیست. موسیقی و هنرمند موسیقی در تنگنا، موضوع برنامه امشب. خب در برنامه امشب دعوت کردیم از آقای بهراد توکلی، موسیقیدان و محقق حوزه موسیقی در استودیو اینجا با ما، و آقای شاهین دیبا از ترکیه، ایشون خواننده هستند، در برنامه حضور خواهند داشت. آقای توکلی با شما شروع بکنیم. من هر وقت با شما صحبت میکنم دل پوری داری و یه آهی میکشی از فضای موسیقی ایران. آقای جنتی استعفانامه‌شون رو نوشتن و خیلی امیدوار بودند دوستان حوزه موسیقی در ایران که با اومدنشون فضا عوض میشه، ولی بهتر نشد که ظاهرا بدتر هم شده. مشکلات هنرمندان حوزه موسیقی را اگر بخواید لیستوار اشاره بکنید چی هست؟ البته قبلش سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون و همه بینندگان گرامی. البته همه هم خیلی دلخوش نبودن. من خودم شخصا 60 روز بعد از انتصاب آقای جنتی که معاون هنریشون آقای مراد خانی رو منصوب کردن، با توجه به سابقه فاسدی که ایشون داشتن در همین مرکز موسیقی وزارت ارشاد، همین پیشبینی رو کرده بوده. ولی خیلی خیلی کوتاه به شما بگم که این حالتی که میگید بعضی ها امیدوار بودن چجور حسیه. من موقعی که در بند 240 زندان اوین زندانی بودم، یه روز سلول ما رو اومدن عوض کردن، چشمن زدن و از سلول اومدیم بیرون. کف سلول منم یه موکت بود توسی رنگ، بردن دیگه راپله یا حالا ما چشم بسته نمیدیدیم. وارد سلول دیگه شدیم که موکتش کرم بود. خب به من همین مسیری که از این سلول اومدیم بیرون تا برم به اون سلول بعدی یه مقدار قدم زدم و این موکت رو رفتم وارد شدم و دیدم، احساس کردم یه حالت شادی، یه حالت تغییر. یادم به حال تو اون فضای ساکت و صامت همیشه بالاخره اینجوری شده موضوع برای هنرمندا. یعنی داستان از این ستون به اون ستون رفتن، فرجه امیدواری که فقط امید به چی آقای؟ من بهش گفتم دلخوشی. موقعی که گفتن دولت تدبیر و امید، من گفتم دولت دلخوشی. خب امید به چی؟ به هیچ چی، به هیچ تغییری، چون ساختار همونه. ساختار بدنه وزارت سانسور همونه که از ابتدا بوده و تا الان هم هست و هیچ تغییری نکرده. حتی کارمنداش تغییر نکردن، دقت کنید. یعنی کارمنده 20 سال 25 سال اونجا هم پشت همون میز نشسته و داره همون کارو میکنه. حالا چه فرقی میکنه وزیر کی باشه؟ خب وزیر کی باشه واقعا در سیاست گذاریش تغییری تا حالا که هیچ تغییری نکرده، غیر از این که بی دست و پاترین آدم ها رو میذارم برای وزارت ارشاد. این آقای دکتر خزعلی که از خودشونه، در خود منظورم شایان اصلاح طلب گفت، خب در تو همین بعد صدای آمریکا گفت، گفت خب ما رفتیم اعتراض کردیم که این آقای جنتی کیه میذاریدش، یادم بی دست و پا. گفتن اتفاقا قرار نیست تو ارشاد اتفاقی هم بیفته. همیشه بی دست و پاترین، کم اطلاع ترین و ناواردترین آدم‌ها رو گذاشتن در رأس مدیریت‌های هنری، برای اینکه قرار نیست اونجا اتفاق بیفته. برای اینکه همین چیزی که شما اشاره کردید موضوع مهمیه، معیشت هنرمند باید به گروگان گرفته بشه. خب یعنی به عبارت دیگه، اینو شاید خیلی‌ها ندونن، من امشب کنسرتی رو در تالار وحدت برگزار کردم. خب حالا قبلش برای هزارمین بار شاید رفتیم یه شعر حافظ که گروه شما یه هفته پیش مجوز گرفته، باز ما رفتیم دادیم وزارت ارشاد باید تاییدش کنه بماند. خب همین راه رای وزارت ارشاد اگه وقت شد به امروز صحبت میکنیم.
من امشب کارار وزارت تالار بهتت کنسرت اجرا کردم. خب هفته دیگه میخوام برم سالن ارسپاران کنسرت اجرا کنم. خب به فرض اینکه بشه، باز دوباره باید مجوز بگیرم، باز دوباره باید همه این مراحل رو طی کنم. چرا؟ چون برای هر لقمه‌ای از نظر اقتصادی اگه نگاه کنیم، یا برای هر حضوری از نظر معنوی نگاه کنیم، برای من هنرمند باید او اجازه بده. توجه میکنید که هر وقت دلش خواست بتونه جلوی اینو بگیره. و همین کار رو کردن که هنرمند همیشه ملتمس اینا باشه، هنرمند همیشه درخواست کننده از اینا باشه. و کسی که درخواست کننده اینو باشه دیگه آدم انسان آزاد. موضوع کنسرت ها بر میگردیم. من یادم از وقتی که آقای جنتی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد از سوی دولت آقای روحانی، یه برنامه چند ده صفحه‌ای رو به عنوان برنامه‌هایی که برای حتی حوزه موسیقی ارائه کرده بودن به مجلس داد. اون برنامه‌ها چه شد؟ یعنی برنامه خیلی نمیدونم اجرایی شدنش چرا به سرانجام نرسید؟ از اول هم هیچی نبود. ببین بخونیم اونا هست، اون نوشته ها. همون موقع من خوندم به دوستانم گفتم. با اینکه من در انتخابات شرکت نکردم، اینو برای اولین بار اینجا میگم. با اینکه من در انتخابات شرکت نکردم، در انتخابات ریاست جمهوری اصلا اعتقاد نداشتم که باید شرکت کرد در انتخابات. حالا دلایلی داره که جای بحثش اینجا نیست. دوستان من که در با هم در هیئت شورای نویسندگان یکی از نشریات موسیقی بودیم، اونا شرکت کردن، جمع شدیم همه با هم حدود 30 کارشناس تراز اول موسیقی رو، خب از اساتید بگیرید تا کسایی که کنسرت برگزار کردند، حالا شروع کردیم یک حدود 50 صفحه فقط پروپوزال نوشتیم که وضعیت موسیقی حالا که این دولت اومده این شعارها رو داده، آقای روحانی اومده مثلا گفته ربنای شجریان که خیلی هم پخش شد مثلا، ببینید اومده به اصطلاح 50 صفحه به اینا دادیم، گفتیم آقا ببینید این کارا باید بشه. هنوز وزیر ارشاد انتخاب نشده بود، استاد محمد رضا لطفی خب نامه نوشت به شخص آقای روحانی که این کارا باید بشه. توجهی شد جواب داد؟ نامه رو خود من بردم دادم. نه هیچ توجهی نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. بیانیه آقای جنتی منتشر شد خب که شما می‌بینید می‌خونی انشاست، یعنی انشای بچهای دبستان، هنر فاخر، هنر نمیدونم ارزشمند، هنر ایرانی اسلامی، هنر فلان، اینا پیش واژه های بی تعریف، تعریف نشده، بی ربط خب که به درد منبرها میخوره. خب از همون بک‌گراندم اومدن دیگه. اجازه بدین آقای دیبا، شما به عنوان یک هنرمند ایران رو ترک کردین، از تجربیات خودتون برای ما بگین با چه مشکلاتی در ایران مواجه بودید برای اجرا یا به عملی رسوندن کارهای خودتون؟ عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت شما، میهمان بزرگوار برنامه‌تون جمعیت توکلی و مردم عزیزمون. من لازم میدونم قبل از این که اشاره‌ای داشته باشم نسبت به مشکلات و مسائلی که خودم متحمل شدم در ایران، یک مقدار در رابطه با اصل در واقع بنیان این گرفتاری ها و مشکلات در کشورمون در حوزه موسیقی با هاتون صحبت بکنم تا یه مقدار قضیه بازتر بشه. ببینید، هنر از دیدگاه حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ ماهیت و هویتی نداره. اصلا جمهوری اسلامی نیومده که اصلا هنر رو ترویج کنه، تبلیغ کنه، اصلا کار بکنه اصلا، مگر اینکه در خدمت حکومت و استحکام پایه‌های ولایت فقیه باشه. یعنی اگر جدای این محدوده باشه، نه تنها موسیقی بلکه هیچ هنری دیگه نه تنها حق ورود نداره، بلکه حتی بعضی اوقات ورودش ممکنه که جرم تلقی بشه در جمهوری اسلامی. این یک اصله و ما بعد از در واقع انقلاب با این قضیه مواجه بودیم. موسیقی ایران بعد از مرگ آیت الله خمینی درگیر یک مافیای نوپایی شد که برای حفظ قدرت حکومت و حفظ روحیه انقلابی در مردم در واقع شروع به فعالیت کرد. در دولت اصلاحات این مافیا قوی تر شد، اما هنوز در دست دولت بود. یعنی اون سکان هدایت این مافیا هنوز در دست آیه خاتمی و دولت اصلاحات بود و اون زمان بودش که موسیقی پاپ ما اگر یادتون باشه یه هایی متحول شد. پدیده هایی مثل
شادمهر عقیلی به وجود اومد، محمد اصفهانی خواننده شد، یا حسین زمان به وجود اومد، یعنی کسایی که اومدن در حوزه موسیقی پاپ فعالیت کردن. بعد از در واقع پایان کار دولت اصلاحات، این سکان تمام و کمال از طریق دولت آقای احمدی نژاد به حاکمیت سپرده شد، یعنی شخص آقای خامنه‌ای، و تا به امروز هم ادامه داره. ببینید اگر وزیر ارشاد عوض نشه، 10 تا وزیر دیگه بیاد عوض بشه، نمیدونم، حتی اشاره کردن آقای توکلی که فرمودن آقای جنتی یک آدم ناکارآمد هست، حتی کارآمدترین افراد هم در حوزه موسیقی وارد در واقع این جریان بشه، قطعا کاری از پیش نخواهد بود. آقای دیبا اجازه بفرمایید، وقت کوتاه هست. من شما به مافیا اشاره کردید، منظور شما از مافیا در موسیقی ایران چیست؟ اگر این بحث رو باز بفرمایید. ببینید، مافیا کانالی است نامرئی که برای ورود به حوزه موسیقی ما مجبوریم از اون کانال عبور کنیم. اگر عبور نکنیم هرگز به اهدافمون نخواهیم رسید. و اگر وارد این قضیه بشیم، یعنی وارد این جریان نامرئی و مخوف مافیای موسیقی بشیم که در واقع سیاست‌هاش کاملا از سوی حاکمیت دیکته میشه، باید پیه خیلی چیزها رو به تنمون بمالیم. توجه کردین؟ دو طیف هنرمند وارد این مافیا میشه. کسایی هستن که پول دارن، در واقع قدرت دارن و نفوذ دارن، میان برای شهرت، برای معروفیت و برای اینکه مطرح بشن، دیده بشن. و یه طیف انسان‌هایی هستن که واقعا کاری جز موسیقی نمیدونن، سینه سوخته موسیقی هستن، تخصص دارن، درس خوندن، سالها زحمت کشیدن، اینها هم مجبور هستن از این در واقع کانال عبور بکنن. حالا هر زمانی که حاکمیت نیاز به آپدیت قدرت داشته باشه، نیاز به این داشته باشه که خب من از طریق موسیقی قدرتی که الان از دست دادم رو دوباره به خودم برگردونم، و از این افراد خوبه، یعنی کنسرت ها برپاس میرن، در واقع نوازنده ها سازشون رو میزنن، استدیو ها پره، آلبوم ها پره، مجوز ها همینطور یکی پشت دیگری صادر میشه. ولی زمانی که قدرت حاکمیت در اشباع قدرت باشه، تمام کنسرت ها لغو خواهد شد، حتی کوچکترین شهرها هم به عنوان شهرهای مذهبی شناخته خواهند شد، و به نوعی حاکمیت دیگه اجازه نخواهد داد که از اون سیطره موسیقی ما ادامه پیدا بکنیم و پیش بره. خب اگه این همچه اتفاق بیفته، خب ما قاعدتا هر زمانی که حاکمیت به ما احتیاج داشته باشه باید نون بخوریم. در غیر این صورت هنرمند ما روز به روز ضعیف‌تر میشه، مشکلات پیدا میکنه در اجتماع، در خانواده، در بین خود، اصلا تو خودش اون گره ها، افسردگی ها و اون در واقع خلأهایی که درش به وجود میاد، اون ذوق هنریش رو برای همیشه ممکن از بین ببره. مرسی آقای دیبا، ممنون. به شما باز خواهیم گشت. آقای توکلی، آقای علم‌الهدی در مشهد گفت که هر کی میخواد اینجا کنسرت برگزار کنه بره از این شهر. آقای یزدی هم که در قم تکلیفش مشخص بود، یک اثر هنری در حوزه موسیقی برای اینکه دیده بشه اساسا بهترین و آسان‌ترین راه برگزاری کنسرته. یک هنرمند واقعا چرا نباید بتونه کنسرتش رو در ایران برگزار بکنه، مخاطب خودش رو داشته باشه و نشون بده کارش؟ به خاطر اینکه در این کشور قانون حاکم نیست. خیلی ساده و صریح بخوام جواب بدیم، مملکت قانون نیست، مملکت احکامه. چون اسلام اصلا موضوع قانون توش مطرح نیست. قانون یک پدیده مدرنه، کنسرت یک پدیده مدرنه، هنر و فرهنگ و تعاملش در جامعه یک پدیده مدرنه. پدیده 1500 سال پیش، 1400 سال پیش توی جامعه عربی که فقط هداخوانی برای شترها داشتن و با تاسات و مجرورات یه چیزایی میزدن که مردم مثلا در خیمه فلان حاکم عرب برخصن، کنیزک ها مال اونجا نیست. اصلا موضوعیت اینا رو نمیفهمن که بخوان در موردش حکم بدن. خب تا هم حرف بزنیم میگن فقه، آقا موضوع تخصصی است، تخصصی که با خوندن جامع المقدمات و 4 تا کتاب مکاسب و اینا به دست میاد. بعد با این که وقتی این 4 تا کتاب خونده شد، خب که همش رو توی سی دی میشه ذخیره کرد، گذاشت توی کامپیوتر که ببینین کدوم حدیث درسته کدوم حدیث غلطه، خب همش روی سی دی. وقتی این اون وقت این آدم متخصص میشه که در زمینه موسیقی حرف بزنه، در زمینه شیعه شدن اینشتین حرف بزنه، در مورد احکام از شاید اقتصاد و بانکداری و اینا صحبت بکنه، مملکت رو اداره بکنه. خب
و اینجا دیگه اصلا یه چیز، ولی وقتی که ماها بیایم در مورد فقه صحبت کنیم میشه تخصص، چون مملکت قانون نداره. خب آقای علم الهدا به عنوان یک امام جمعه خب به خودش اجازه میده به عنوان نماینده ولی فقیه، من نماینده کسی هم که فرای قانونه، خب به خودش اجازه میده که بیاد بگه که دولتی که مستقره و حالا با یک قانون قرون وسطایی داره مثلا مجوز صادر میکنه، حق نداره صادر کنه، چون من میگم هر کیم نمیخواد بره بیرون. خب بس اینجا آقای توکلی، یعنی لغو موضوع لغو کنسرت ها در مشهد و صحبت های آقای علم الهدا در کنسرت آلبوم ناگفته حافظ ناظری و شهرام ناظری شروع شد. آیا تا قبل از اون هیچ کنسرت دیگری در پاپ و در ژانرهای دیگر موسیقی در مشهد برگزار نشده بود؟ من خاطرم نمیاد در مشهد، من خاطرم نمیاد کنسرتی برگزار شده باشه. در نیشابور و شهرهای اطراف مشهد دادگاهن بود، ولی در خود مشهد نه تا حالا اصلا کنسرتی نبوده، اجازه نمیدادن. فقط هم داستان خود موضوع فقط که لغو کنسرت آقای حافظ ناظری نیست، موضوع یک تیفیست قدرتمند که با صحبت آقای دیبا موافق هستید که احساس نیاز حکومت بستگی به گاهن، من همونطوری که گفتم بین دو تا سلول عوض کردنه، همون مثالی که اون اول زدم، گاهی وقتی احساس میکنن که باید نیروهای جوان رو نگه دارن بیارن پشت صندوقای رای که برن رای بدن، خب یا مثلا احتیاج دارن خبرگان با درصد بالای انتخاب بشه که فردا اگه کسی بلند شد گفت من رهبری نمیخوام، بگن تو بیجا کردی، 57% مردم رفتن به خبرگان رای دادن. خب اینا اون موقع چرا میشه؟ بعدم شون فرمودن مافیا، منم موافقم مافیا، ولی همچین مافیای مخفی نیست، همه آدماش مشخصه. یه سرش آقای مرادخانی بوده در وزارت ارشاد سالها بوده، حراست وزارت ارشاد بوده سالها بوده، خب که همین خواننده های پاپ و اینا رو که شیز کردن به باند سعید امامی بوده که ارتباط های مرادخانی با سعید خانه موسیقی چه کار میکنه؟ خانه موسیقی هم همینطور، خانه موسیقی از ابتدا تا انتهاش رئیسش آقای نوربخشه، یه خواننده‌ای که حالا کنترل استعدادش هم خیلی براش راحت نیست، خب رئیسش از و افراد هیئت مدیرش هم همون آدمان، آقای گنجه‌ای، آقای سریر، آقای پیرنیاکان، همینا هم هستن. خب همیشه بودن، همیشه هم هستن، همیشه هم قاعدتا خواهند بود. تو شورای سانسور وزارت ارشاد هم بری باز اینا هستن، تو شورای صدا و سیما هم بری باز اینا هستن. خب اینا همیشه هستن، اینا خیلی چیزای روشن و رویه، نه پشت نه داخل. در عنصر دفتر رهبری و سپاه هم آدمای خودشونو دارن و هستن تو این قضیه. هست موضوع اینه که اینجا همه قلدری و گردن کلفتی و سرگردن وایستادن و وزارت ارشادشون هم این سرگردن است دیگه، هنرمند رو باج ازش بگیرن تا بهش مجوز بدن. من اینا رو بارها حتی توی بکی برنامه ها با آقای پلاحتی من قیمت شعراشون هم گفتم، گفتم شعر رو تصویر میکنم 500,000 تومان میگیرم، این دو هر قطعه شعر رو مثلا. این یک گردنه اونجا درست شده و چیزی که توش نیست قانونه مملکتی. خب تکلیف هنرمند چیه در این فضای سیاهی که از خیلی ها هستن که به فقه و فرمایش های دیبا تن میدن، خب میرن تو تلویزیون شعر آقای خمینی رو آواز میخونن، بعد از اون دیگه خود حکومت براشون کنسرت های خارجی هم برگزار میکنه، معرفی میکنه به لابیاش. خب دیگه اونا بعضشون خوبه تو 23 میان حرف میزنن، نمیدونم توی مراسم های خاص انرژی اتمی میرن کنسرت میدن، آواز میخونن، تعدادشون هم کم نیست، هستن. خب که خب خیلی از جوان ها میرن دنبالشون، به 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 استاد فلانی، خیلی هم جیگول میگردن. یه دم هستن که مجبورن هزینه استقلالشون رو بدن و یه دم اصلا مملکت رانده میشن. الان بسیاری از من نمیتونم اسم ببرم، ولی به هم دوره‌ای ما در دانشکده میگی ای فلانی هم رفته کانادا، فلانی هم رفته امریکا، من الان اینجا چیکار میکنم؟ آقای استاد امیر اسلامی در کانادا چیکار میکنه؟ ما چند تا امیر اسلامی داریم؟ خب حالا اون سیاسی هم بوده نه هیچی، فقط محیط کاریش واقعا انقدر تنگ نامیشه که دیگه نمیتونه کار کنه. آقای دیبا این سوال رو از شما بپرسم، استعدادهای خیلی در ایران مشغول به کار هستند و کار تولید میکنند، آیا شما نمیتونستین در ایران به کار ادامه بدین؟ ببینید اشار خدمتون که این که من عرض کردم خدمتون که این مافیا پنهانه، برای ما که تو وادی موسیقی هستیم که پنهان نیستش، که ما دیگه بالاخره اینا رو میشناسیم و
در واقع به خاطر همین شناختی که از این مافیا داشتیم از اون محیط فاصله گرفتیم اومدیم، ولی برای مردمی که اون به قول معروف 70-80 میلیون نفری که اونجا نشستن تو ایران و از هیچی خبر ندارن، اونا چه میدونن آقای مرادخانی کیه؟ اونا یک دقیقه وقت داریم آقای دیبا، اگر در یک دقیقه خلاصه بفرمایید. ببینید، عرض کردم خیلی ها میتونن وارد این جریان بشن، بعضیشون هم خوب میشه. الان ما آهنگسازی داریم، هم داره برای لس آنجلس آهنگ میسازه، هم برای سازمان صدا و سیما، یعنی در واقع محدودترین حوزه موسیقی که هر هنرمند میتونه توش وارد بشه، سازمان صدا و سیما که اصلا خودش یک بوروکراسی داره که من فکر میکنم ورود به اون یک در واقع تشریفات خاص داره، ولی داره هم برای لس آنجلس کار میکنه، آهنگسازی میکنه برای آقای معین. آقای دیبا معذرت میخوام، کلامتون رو قطع میکنم، ببخشید، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. ممنونم آقای توکلی در استودیو اینجا با ما و آقای توکلی در استودیو و آقای دیبا در ترکیه. ممنون. به صفحات اجتماعی سری بزنید. از شما پرسیدیم آیا دولت روحانی توان ایستادگی در برابر بنیادگرایانی را دارد که با ممنوعیت کنسرت‌های موسیقی مخالفت خود را با فرهنگ شاد زیستن در جامعه نشان می‌دهند؟ شما 23% گفتید بله، 77% گفتید خیر. ممنون از اینکه امشب نیز پذیرای ما بودید. تا افق نو دیگر، آرزوی بهترین ها.